در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از واکنش‌های بین المللی به ترور شهید محسن فخری‌زاده، اخراج 13 سرباز استرالیایی مرتبط با جنایت جنگی در افغانستان، اظهار نظر تازه ترامپ درباره انتخابات آمریکا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین آمار کرونا در جهان. تا بعد از ظهر 8 آذر ماه آمار ابتلا به کرونا در جهان از مرز 62 میلیون نفر عبور کرد و تعداد بهبود یافتگان نیز به بیش از 42 میلیون و 800 هزار نفر رسید. کرونا تا کنون جان بیش از 1 میلیون و 450 هزار نفر را در جهان گرفته است. آمار ابتلا در آمریکا از 13 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده و در یک هفته اخیر به طور متوسط حدود 168 هزار مورد ابتلای روزانه در این کشور ثبت شده است. تعداد قربانیان این ویروس در این کشور به بیش از 271 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با وجود کاهش آمار موارد تازه شناسایی شده در فرانسه، شمار قربانیان روزانه در 7 روز گذشته بیش از 500 نفر اعلام شده است. میانگین ابتلای موارد جدید در اسپانیا نیز طی یک هفته اخیر حدود 8 هزار نفر بوده که نشان دهنده کاهش 50% آمار ابتلا در این کشور است. در ایتالیا نیز طی 3 روز اخیر به طور متوسط روزانه حدود 800 فوتی ناشی از کرونا ثبت شده. ترکیه هم در 3 روز اخیر شاهد افزایش 3 برابری مبتلایین روزانه بوده و روز جمعه در این کشور حدود 30 هزار مبتلای جدید شناسایی شده است. از سوی دیگر آمار کلی مبتلایین روزانه در آلمان به تازگی از مرز 1 میلیون نفر عبور کرده است. واکنش‌های بین‌المللی به ترور دانشمند ایرانی. ترور محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، واکنش‌های بین‌المللی زیادی به دنبال داشته. در حالی که ترامپ خبر این ترور را در توییتر بازنشر کرده، پنتاگون، سازمان سیاه و دفتر نتانیاهو از اعلام نظر در این زمینه امتناع کردند. مارک فیتز پاتریک، معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا، این واقعه را ممانعت از دیپلماسی توصیف کرده است. اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ترور این دانشمند ایرانی را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل دانسته است. بن رودز، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، نیز در واکنش به ترور این دانشمند برجسته ایرانی، آن را اقدامی با هدف کارشکنی در دیپلماسی دولت بعدی آمریکا با ایران تلقی کرد. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه ونزوئلا با انتشار بیانیه این اقدام تروریستی را محکوم کرد. کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، در توییتی نوشت که ترور دانشمند ایرانی باعث امن‌تر شدن جهان نخواهد شد. جان برنان، رئیس پیشین سیا، نیز ترور محسن فخری‌زاده را مجرمانه خواند. او تاکید کرده است که این اقدام تروریسم دولتی نقض شنیع قوانین بین‌المللی محسوب شود و دولت‌های بیشتری را به انجام حملات مرگبار علیه مقامات خارجی تشویق می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی به نقل از مقام امنیتی مدعی شد رژیم صهیونیستی پشت پرده ترور دانشمند ایرانی بوده است. کارل بیلت، نخست وزیر پیشین سوئد و رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، هم گفته است دور از ذهن نیست که این ترور بخشی از تلاش‌ها برای ممانعت از احیای دیپلماسی دولت بایدن با ایران و بازگشت به توافق هسته‌ای باشد. حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد که ما بر این باوریم جمهوری اسلامی ایران به خواست خداوند قادر است با تمامی این خطرات مقابله و جنایتکاران را شناسایی کند و دستی که به سوی علما و دانشمندان این کشور دراز شود را قطع کند. اخراج 13 سرباز استرالیایی مرتبط با جنایت جنگی در افغانستان. فرمانده نیروهای زمینی ارتش استرالیا روز جمعه اعلام کرد 13 سرباز نیروی ویژه این کشور که با گزارش قتل غیرقانونی در افغانستان مرتبط بودند از ارتش اخراج خواهند شد. گزارش مستقلی که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد 39 زندانی و غیر نظامی غیر مسلح افغانستانی به دست 19 سرباز استرالیایی کشته شدند. با این حال فرمانده نیروی زمینی استرالیا اعلام کرده که این 13 نفر جزی از آن 19 سربازی نیستند که باعث کشته شدن غیر نظامیان افغانستان شدند. طبق این گزارش نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان بین سالهای 2005 تا 2016 اقدام به کشتن زندانیان و غیر نظامیان مسلح کردند. گزارشی که باعث شد ریک بور، فرمانده نیروهای زمینی استرالیا که ارشدترین مقام نظامی این کشور است، از افغانستان عذرخواهی کند. 19 سرباز مرتبط با این پرونده با تعقیب قضایی روبرو خواهند شد. اظهار نظر تازه ترامپ درباره انتخابات و رأی بایدن.
دونالد ترامپ که تاکنون شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری نپذیرفته، اعلام کرد در صورتی که الکترال کالج به طور رسمی جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کند، کاخ سفید را ترک می‌کند. پس از برگزاری انتخابات، ترامپ بدون ارائه دلیل محکمه پسند مدعی شد که تقلبی گسترده در رأی‌گیری و اعلام نتایج رخ داده. دادگاه‌های ایالت‌های مختلف آمریکا در هفته‌های اخیر ادعای بروز تقلب در انتخابات را رد کردند و پیروزی بایدن در ایالت‌های پنسیلوانیا، نوادا و جورجیا مورد تایید قرار گرفت. اعضای کالج انتخاباتی در تاریخ 14 دسامبر نتیجه نهایی انتخابات را اعلام می‌کنند. احتمال کنارگیری رئیس جمهوری بلاروس از قدرت. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرده است زمانی که قانون اساسی جدید در راستای ایجاد اصلاحات و محدود کردن قدرت رئیس جمهور تصویب شود، او از سمت خود کنارگیری می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزیر خارجه روسیه به او اعلام کرد برای فرو نشاندن اعتراض و بحران در بلاروس قانون اساسی را اصلاح کند. لوکاشنکو پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست و ادعای بروز تقلب در این انتخابات با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد. کشته شدن 15 شبه نظامی طالبان در حملات هوایی افغانستان. بر اساس اعلام سخنگوی ارتش ملی افغانستان، در جریان حملات هوایی نیروهای دولت در ولایت قندهار، 15 شبه نظامی طالبان کشته و 11 عضو دیگر آن زخمی شدند. این اقدام در پاسخ به حمله روز پنجشنبه طالبان به برخی پست‌های بازرسی در مناطقی از قندهار صورت گرفت.